سلام بچه‌ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز با یه ویدیو دیگه از سری رقابت‌های رقابت دیگه. چی آقا؟ فیفا جدید اومده، من میخوام برم امروز کریرشو با هم دیگه ببینیم. کلی چیزای جدید اضافه شده تو بخش پلیر کریر، چیزای جدید داریم تو بخش منیجر کریر، چیزای جدید داریم و من خودم اخبار سال پیش کریر FC25 اونقدر دقیق پیگیری نکردم، فقط یک چیزای ریز و جزئیاتی شنیدم. کلا پیگیر اخبار پیش از بازی FC25 نبودم و امروز قراره من اصلا کریر وزیرم ندیدم، حتی یه ویدیو از چنل‌های خارجی دروغ نگم آلتیمیتشو دیدم بچه‌ها و همکاران بازی کردن یا استریم کردن، اونا اوکی، ولی واقعا کریرشو ندیدم و امروز قراره با هم دیگه بریم و یه کریر خفن داشته باشیم. خب بچه‌ها، اول به نظرم از منیجر کریر شروع بکنیم. دانلود لیتست خاصی بچه‌ها نمیخواد به نظرم، چون دیگه اسکوادا همون چیزیه که هست و یعنی اونقدری تغییر نکرده اسکواد تو این چند وقت. بخش مربی یه سریه که پلی از ریل منیجره که اینجا فیساشونو میبینید، یه ذره تمش عوض شده، تم منوش چیز جالبی شده. من تا اینجا که الان وارد شدم اون ببین بجز اون منوی اول بازی باقی چیزای بازی رو من اوکی ام. اون منو اولی شبیه FC24 یه ذره وایب عصبی بودن به من میده. پشمام وومن تیمم داره، مربیایی که تو وومن ها دارن توپ میزنن، فیس اکثریتشون هستن آقای مارک اسکینر. چرا اینجوری رو گفتن؟ انگار لهجه دار شده. یا رابرت دیپاو که سرمربی تیم زنای آستون ویلا هست، خیلی برگریزون و جالب. یعنی شما میتونید اینا رو بردارید و فکر کنم برای مربی مردان هم به کار بیاد و من واقعا دوست داشتم که مربی باشگاه زنان باشم. آقا خجالت بکش، آقا چرت و پرت چرا میگی اومدی کریر تو اوکی کنی؟ آقا رست اف دی ورلد ول کن، مربی مردان رو بیا بریم ببینیم فیسای مقدار. آیا حاجی سال پیش یه چیزی که داشت فیسا دقیق خیلی ها رو نساخته بودن، ولی نکته جالب امسال اینه که اکثریت رو ساختن. الان مثلا این لیگ دانمارک فیس ایشون رو ساختن، آیا خیلی شبیه خودش به عکسش؟ جدی دارم میگم، خیلی نکته جالبیه که اکثر فیسا و حتی اینها رو که دیگه من خیلی خوشگل، پپ، تنهاگ، استیو کوپر، مکنا که نمیدونم این فیس خودشه یا نه، لوپتگی فیس خودشه و همه چی در طبیعی ترین و زیباترین حالت خودش. دیگه فرانسه کلا یه لوئیز انریکه رو داریم، نمیدونم چرا نوری شاهین رو فقط از آلمان داریم. نروژ، ناپولی، کونته، تییاگو موتا، الیساندرو نستا، اصلا شبیهش نیست. فابرگاس هم که فیس خودشو گذاشتن. خب آقا بذار من نگاه به این این ور داستانم بندازم که اینا چیز جدیدی اضافه نشده. کت این رنگی ما سال پیش نداشتیم ولی امسال داریم. مرتی که مگه یارو قراره کنار خط مثل دلقک وایسه، ناموسن تو نگاه کن سیسو، مثلا فکر کن با این تیپ بری کنار زمین وایس، جوراب مثلا زرد بپوشی حاجی، بعد کفش کالج توری بپوشی. یه کفش داره که جورابمون معلوم شه، بذار این کالجه رو بپوشم. حاجی مسخره بازی گرفتم حاجی بازی بچه، کلا زندگی خنده دارم. اصلا فکر کنم با این سیستو بری کنار خط وایسی، آخه این چه سرطانیه. آقا من نمیخوام اصلا، کلا میخواستم مربیا رو این بخششو ببینم فیسا و استیل کار چجوریه. من میخوام یه نیو منیجر بیاریم، چون شنیدم که شما میتونید خیلی فیسا رو کاستوم کنید و این یه نکته جالبه که ما امسال داریم. اینم شبیه مارتینز دفاع وسط بارساس، رنگ مو و استیل مو شبیه شه. والا در کل بریم حاجی بریم، واقعا منتظر این صحنه ها بودم. یه فول هد، یه سری فول هد داره که اینا رو مثل اینکه باید دانلود کنی که ما دانلود نکنیم، ولی اینا بیس و دیفالت کاره. میگه یه سری هد آماده شده ما داریم که تو میتونی تغییرات تو رو اینا انجام بدی، اوکی. و من بخوام بین تمام این فیس ها یک فیس رو انتخاب کنم که به نظرم در قامت یک سرمربی فیسش بخوره که ازش هم حساب ببرن، یه کاریزما کوچیکی داره، یه ذره مردونه ترش میکنیم ایشون و بهش میرسیم کار در میاد. گردن با بدنش نمیخونه جور نی. اسکین تون داریم، شما نگاه کن رنگ پوست تو چهره خیلی تاثیر گذاره. من پوست خودم اینه، آیا یا شاید هم نمیدونم تیره تر. اوه اینا چی دیگه؟ اینا چین و چروکای رو صورته، یعنی مثلا این تو رفتگی و ایناست. خیلی پیشرفت کردیم، من اصلا اطلاعات ندارم. این یکی هد اسکین بودی مثلا هاجی، اسکین سرفیس دیگه چیه؟ آهان جوشای رو صورته اینا، چین و چروک کلا بافتت پوستو داره حس میکنم میگه. آها پشمام هاجی، کراش دختره یه سری الان ککمکی دوست دارن هاجی. اسکارینگش کنیم، اسکارینگش. اوه وات دی فاز هاجی، پشمام
چیز جدیدی که اومده، شما میتونی جراحت رو صورتت تو کریرم این بهم میاد، واقعا دوستش دارم. ببین سرمربی لاتی میخوام، 20 مدل جراحت بیشتر خالم داره حاجی، رو صورت کسی اینجوری خال هست پشمام، خیلی جالب شده حاجی، واقعا جذابه، واقعا جذابه. تا اینجا من حال کردم، این بنده خدا زیر کلی فشار بوده. فیس میکاپ چیه میگه حاجی؟ میکاپ کن فیسشو، سایه چش برام زدی چرا؟ آهان این مدل بالای سر رو داره میگه، بذار ما از روبرو از گوشه درست باید باشه، از روبرو من ببینم. آره دیگه پشمام حاجی واقعا باحال شد. اون لحظه اولی که ما با این شروع کردیم خیلی این قشنگ تر بود جد حاجی، ریدیم تو قیافه یارو، اصلا بیس فیس یارو خیلی خوب بود، نفرینمون میکنه حاجی. دنیای گیم یارو نشسته میگه هر اون زدن این معنی فیسمو نگاه کن من خیلی بهتر بودم، تو از گوشه بدم نیست. ببین از این گوشه جذاب، ولی از جلوی ضربه باز خوبه. هر چی هستی شما از آغاز همسنا که بهتری، لذت ببر، بذار بدترش کنیم حاجی. لبش ریده شد توش حاجی، یه لب دیگه بذار. لبش چرا انقدر بد در اومد؟ اوه دندونا، استیل دندونا، دندونا متی تارومیتوری هم داره پشمام، شما میتونی بینش فاصله داشته باشی. خب آقا ما تغییراتمون رو دادیم. ببین هیر مهمترین بخش داستانه، من میخوام هیر کالر رو که کاری ندارم، امیدوارم مدل ماهای بیشتری امسال اضافه کرده باشه. ببین یه سرمربی نباید موهاش جلف باشه، باید مرتب باشه موهاش و اینکه یه نظم خاصی داشته باشه. فیشیال هیرشو بذار بچه‌ها فعلا بذاریم، واقعا جذاب شد. هر ببین مرد اصلا با ریشش، بابا من اینو انتخاب کردم گوساله داداش، جذابیت یه مرد به ریششه، به قرآن دارم میگم جدی. و این آدم بدون ریش و بعد ریششه واقعا خیلی فرق کرد. برداشتیم دیگه همه چیشو درست کردم، فیس و هد و اسکین و هیرش، اینفوشو درست نکردم، اسمشو میذارم کراش همه عشق. حالی کردی پسر، حالا برو تو کامنت ها نویز آقا سمیزه این چالید نی ملیتش کجایی باشه، این سیستش میاد مثلا دانمارکی باشه. اوتفیتشو بچه بذار درست کنیم جدی، ببین من دوست ندارم آتر تاپ داشته باشه، یعنی مثلا یه چیزی رو لباسش باشه، پس اینو ور میداریم. آقا ما وزن اینو خب چند، من میخواستم بدنسازتر باشه ایشون، اونو زدیم فیس میکنم ریدم به تیپ یارو، هر چقدر فیسشو خوب در آوردم جنگی در آوردم اما ور ریدم تو چیزش هجب. دیگه بچه چیزی نمیمونه، اسمش هم کراش همه است، باس دانمارکیه. فقط این که آجی من نفهمیدم چرا ما نتونستیم جز اجزای صورت بدن این آدم ما انتخاب کنیم. اینجا شما دیدی یه فیسای خیلی عجیب غریب در میاد، اینا رو هی تا تمام نمیدونم البته چی بودا، این آپر اوورهده. ببین الان اصلا گوشا رو شما نگاه، بذار من یه مدلم بهتون میگم. ببین الان میخوام دماغ اینو خیلی عجیب غریب کنه، نگاه تا اینور بازش میکنی، بعد اینجوریش میکنی، بعد اینجوری میکنی، خیلی عجیب غریب میشه در کل این دماغ، قشنگ دماغ ایرانی تو راجی. خب میگه میتونی باشگاه تو کرییت کنی، که بچه بعید بدونم تو کرییت باشگاه چیزی اضافه شده باشه. اوکی یور اون کلاب همونیه که بود، کیتش تش میخواد تغییر کنه، بذار من برم جلو اینم مثلا بزنم، اینم بزنم، کیتم همونه هاجی، من بعید بدونم چیزی به این بخش اضافه شده باشه، جدی دارم میگم. اینم که شیپش هیچ تغییراتی ندادن بابا. پس ما میبینیم بیرون، نمیخوام تیم بسازم، میخوام سرمربی یه تیم تو دنیای واقعی بشم و اونجا تست کنیم. اوکی خیلی جذاب تر شده، خیلی مینیمال تر شده. واقعا بچه من چیز مینیمال و ساده رو دوست دارم، تو طراحی ها دارم میگم، تو زندگی واقعی شاید یه چیز ساده رو دوست نداشته باشم، مثلا تو طراحی های عکس و مثلا این چیزا میبینم کلا چیزای ساده رو بیشتر از چیزای خیلی شلوغ میپسندم. کیتا هم که خیلی خوشگل، نمیدونم چرا الان پرتغالیم، عربستان هم هست و ما میتونیم الهلال و الان اتحاد و اینا هم هستن، کیت خوشگل النصر هم هست. واقعا کیت النصر رو فکر کنم فقط سر رونالدو تو چشم ما خوشگل میاد، من یعنی تو حالت عادی تا 3-4 تا پیش حالمون از کیت کلا عربستانی ها به هم میخورد. میخوام رئال بارسا و اینا رو هم بر ندارم آجی، خیلی رئال بارسا و اینا برداشتیم، به نظرم یه تیم معمولی برداریم، مثلا بریم میتونیم سال پیشم یادم لیگ ترکیه برداشتم، می‌خواستم یکم متفاوت باشه. لیگ فرانسه رو نمی‌دونم، یه خبر اومده نانتسو می‌خواد ترنر الکساندر آرنولد بخره حاجی. هشمون بچه‌ها کلاب ورس نانتس فرانسه 118 میلیون دلاره، سهام این باشگاه 100 میلیون دلار بیشتر نمی‌ارزه، و فوتبالیستی مثل رونالدو می‌تونه بیاد این تیمو بخره. لیگ فرانسه حاجی بد نیست انقدر پیگیر نداره. مارسی نیس و من خیلی هستم، نیس فرانسه رو من برمیدارم،
واقعا نیست فرانسه رو من برمیدارم، استادیوممونو اینا هم چیزی بعید بدونم اضافه شده باشه، همون استادیوم استاندا چیز جدیدی هست؟ نه خیر، یه ذره تنوع بده، بیشور بیشرف، هر سال اینا رو عوض کن، یه سری چیزای جدید بیار، اینم همونه، نمیدونم تارتان نت دروازه هم هموناست. اگر جایی رو من اشتباه میگم بگو اشتباه میگم حاجی، تو کامنت ها برام حتما بنویس اگه بازی کردی دقیق تر از من. چرا اومدم بیرون بیشوری سمستون؟ ادوانس رو میزنیم، اینجا داره بهمون کویک ست میگه ترانسفرت اکتیو باشه یا دیزیبل. یعنی چی؟ میگه از اول موقعی که شما میخوای بری تو کریر ترانسفرت انیبل باشه نباشه. آها بچه اینجا میتونید انتخاب بکنید که اخراجتون بکنن، یعنی ازتون چه انتظاراتی داشته باشن. میتونید لنینت باشه، یعنی چی؟ باشگاه بیشتر اکسپت میکنه که شما یه سری ابجکتیوا رو از دست دادید. نمیدونم منظورم میفهمید، یعنی وقتی که باشگاه از شما انتظار داره که آقا قهرمان لیگ شی نمیشی یا از چمپیونز لیگ حذف میشی، باشگاه تو قبول میکنه، انقدر بهت فشار نمیاره، اذیتت نمیکنه. بعد استریکت، یعنی اینجوری که دیگه خیلی سفت و سخت دیگه. این هر چی که اینجا میبینید فکر کنم محکمتر از استریکت باشه، چون تو استریکت میاد میگه don't accept much regal room، ابجکتیوا رو باید انجام بدید تا بتونید منیجر تیم بمونید. هرش میگه باید تمام ابجکتیوا رو داشته باشید و انجام بدید. یه نو سکینگ هم داریم، یعنی در واقع لنینت میشه آسون، استریکت میشه چجوری متوسط و رو به بالا، هرش میشه خیلی سخت، یعنی اگه یه ابجکتیو از دست بدید به چخ رفتید، نو سکینگ هم میشه اخراج نداری کلا، برینی تو باشگاه هم نگرد. من لنینت رو انتخاب میکنم. اینجا میریم این بعدی، تایم بازی 4 دقیقه. اتفاقی که افتاده مثل اینکه ما تورنمنت جوانان داریم، بازیکنان جوونتون کوالیتیشون چجوری باشه، کورنت اوورال باشه، من میگم فول پتانسیل باشن، پتانسیل بالایی داشت. ای احمق زدم شروع شد، نباید، باید با آریه کاردو بزنید، دوباره باید برم عقب بعد شروع کنم. حالا قبل از اینکه بریم داخل میتونید 15 تا سیو هم داشته باشید تو این جایی که ما داریم، یعنی قبلا فکر کنم کمتر بود. چی خب اگه بخوایم دوباره از اول بریم، که این سرمربی نیست، سرمربی تیممون، باید یه تست عادی بریم، چون کلی رو ایشون زحمت کشیدیم دیگه. خیلی چیزای باحالی داریم. میگه که اینجا نوشته که یکی از روزنامه‌ها نوشته، چی من ریدم الان این صحنه رو دیدم، میگه تسکلیست تیناس، باید ریویو کنی ترنینگ پلن و کرییت تاکتیکال پرس کنی. خب بذار من یه دقیقه بچه‌ها اینو سیوش کنم، بذار سیوش کنم بعد یه حرکتی میزنم. من باید اون تیکه کریر رو از دست دادیم، حالا سیوش کجاست تو این وضعیت آشفته بازار؟ اوتو سیو اند کوئیت. برگشتیم، ما حالا اونا رو تا اینجاشو تا مچشو رفتیم. سیمولیشن گیم پلی چند تا مود داره؟ میگه گیم پلی تایپتون میخواد کلاسیک باشه، یعنی مثل قبلا باشه که بود سیمولیت میکردی. یه مود دیگه‌ش هم هست که میگه اسلو تر، یعنی شما رو به شبیه سازی بیشتر نزدیک میکنه، بیشتر به بازی های لایو نزدیک، یعنی شما بازی رو سیمولیت میکنی اصلا خیلی مثلا دیرتر میگذره و میتونید جزئیات رو ببینید. وایند افکت هم که داره میگه میدیوم باشه یا های باشه. بچه هم میگه باد چجوری باشه تو طول بازی، تأثیرش خیلی زیاد باشه، متوسط باشه یا کم باشه، مثلا داره بارون میاد و این اتفاق میفته، برای ما فکر کنم میدیوم بود یا لو بود، آتیش میدیوم بود. واتر افکت نوشتم آن باشه دیگه. حالا البته الان ما کاری با اینا نمی‌کنیم، ترنینگ پلنمون هم آنه، میتونید حتی ترنینگ پلنتون رو اچه آف کنید، یا مثلا بزنید always full، یعنی مثلا انگار با تیمتون همیشه تمرینش رو انجام داده دیگه، هی نمیخواد برنامه ریزی کنید. اگه یه سری ها میخوان جزئیاتی تر آقا پلی بدن کریر رو، اینا این ستینگ رو من حال کردم. یه سری ها مثلا میخوان آره بگن آن باشه، بعد ترنینگ پلن ریکاوریشون مثلا دیفالت باشه، لایت باشه، سریتر، خیلی هاجی چیزای زیادی داره، من اینا رو آموزش یعنی نباید بدم، میتونید خودتون برید ترجمه کنید مثلا از اون سمت راست، ولی باز من یه سری هاشو بهتون توضیح میدم. حالا مثلا ترنینگ پلن ریکاوری ریت نوش، ما لایتشو انتخاب کردیم، لایتش اینه که آقا مثلا شارپنس بیشتر فکر کنم میاد بالا، بیشتر دوباره خیلی سریعتر استامینای بازیکناتون پر میشه، ریالیستیکش مثل واقعیت مثلا یه ذره همه چیز سرسخت‌تر، احتمالاً دیفالتش هم همون چیزیه که قبلا بود دیگه. میتونید اینجا پلینگ ترنینگ دریلزتون رو آن کنید یا آف کنید، مثلا خودتون بازی نکنید. دیولپمنت ریت سنیور نورمال فست داره میگه دیولپمنت پلن به پلیرها میدید اسلو باشه، آروم آروم پیشرفت بکنن، 50% اسلوتر از وقتی که
مثلا دیولپمنت پلن عادی میدید، نرمال همونیه که قبلا بود، 25% آرومتر از فست دیولپمنت. فست دیولپمنت هم که شما الان اینجا من فست دیولپمنت بذارم، بازیکن خیلی سرعتی تر اوورالش میره بالاتر. دیولپمنت ریت جوانانمون هم میتونیم همینجوری فست بذاریم که خیلی سریعتر پیشرفت کنن. اینم الان فهمیدم بچه، ترینینگ پلنمون میگه میخوای اتومات باشه با منوال جفتش با هم، یا اتومات باشه یا منوال فقط. منوال یعنی شما تصمیم میگیرید که تیمتون چه تمرینایی انجام بده، تو چه درجه سختی باشه، لول تمرینشون چجوری باشه. اتومات هم که بذاری خودت چیز تصمیم میگیره دیگه. ادوانس رو نزنیم. اینجا ترانسفره که میگیم اکتیو باشه، ترانسفر نگوشیشن میتونید بذارید ریالیستیک باشه، مثلا سخت‌تر باهاتون صحبت میکنن باشگاه‌ها وقتی که شما میخواید برید بازیکنو بخرید، شبیه واقعیت. دیدی یه موقعی تو واقعیت یه تیم خیلی بازیکنش اصلا نمیده، هر چقدر بخوای پول بدی یارو نمیده. یا لایت بذاری دیگه راحت میتونی پلیرها رو بخری. حالا من ریالیستیک میذارم الان. ترانسفر اپروچ اگر این گزینه رو بذارید لوز و بعد لوسه، اصلا جی من تو لفظ کلمات ضعیفم آقا. اینو اگر بذارید راحت تر باهاتون مذاکره میکنن، بازیکنشون رو میخواید اپروچ کنید برید صحبت کنید راحت تر بهتون میدن. بالایه برای نگوشیشن موقعی که شما دارید مذاکره میکنید که من گذاشتم ریالیستیک، پایینی برای اپروچز، برای زمانی که شما یه بازیکنو میاری تو ترانسفر ها بهت میخوای روش زب در بزنی، یهو دیدی برات یه دونه گزینه میاد میگه باشگاه نمیخواد بازیکنشو بده، این گزینه رو بذاری میتونی بری راحت مذاکره بکنی. اگر بذاری استریکت هم که نمیخیه سریا رو نمیتونی بری. اسکاتینگ هم که آن سرچ پلیر هم قطعا باید آن باشه. اسکاتینگ اسپید استار پلیرز میگه که موقعی که شما به یه سریا میگی برن اسکات کنن، اسپید استار پلیرها چجوری باشه. منظور از اسپید اینه که یعنی بیشتر بهت بازی کنه ستاره نشون بده تو اسکاتینگات، یا کمتر نشون. نرمال بذاری همون چیزی که کریرهای قبلا بازی میکردی. اسلو یعنی بازیکنای ستاره تو اسکاتینگا کمتر نشون بده. اینستنت میشه سریع، مثل فست میشه، یعنی سریعتر از فسته. میگه 75% بیشتر، این فکر کنم سریعتر از فست باشه، ولی اول نرماله بعد اسلو بعد فست. آره درسته. اینستنت دیگه سرعتی ترین حالت ممکنه، بازیکنای خیلی ستاره و اینا رو میاره که من الان اینستنت اسکاتینگ اسپید. جنرال پلیر هم میگه بازیکنای عادی رو هم چجوری نشون بده، سریع برات اسکات کنه بازیکنا رو بیاره در خدمتت باشه، فست باشه که چه بهت. برد اکسپکتیشنمون هم که آقا ما این عقب تو کویک ستینگ اینجا گذاشتیم، اینو نمیدونم دوباره چرا جنرال اوورده. اینترنشنال جاب آفر رو میتونید آن کنید، میتونید آف کنید دیگه، براتون پیشنهاد تیم ملی نیاد. تو یورپین چمپیون هم میتونید باشید، فاینانشیال تیک اوور هم که بود اونجا، کرنسی اونم که میتونید دلار باشه، استرلینگ باشه، نمیدونم هر چی که دوست دارید بذارید. اینا از تنظیماتی بود که ما داشتیم. اوکی حالا بریم اون جایی که تنظیماتو انجام ندادیم، ببینیم در کل چجوریه. مگه من کریر امسال خیلی بچه‌ها باحال شده، جدی دارم میگم، و امسال کریرهای قطعا جذاب‌تری خواهیم داشت. استیل کارو ببینیم، قرار نیست خیلی پلی بدیم و مثلا داستانی داشته باشیم. در کل می‌خوایم ظواهر کارو با هم دیگه داشته باشیم. اینجا میتونیم بزنیم سیال تکس، بهمون گفته که ترنینگ پلنتو ریویو بکن. چه باحال، شما میتونی اینجا بیای بگی اکتیو باشه، پرفورمنس فوکس توی ترنینگ پلنتون تا زمانی که بازیکن‌ها زیر 80 نباشن، یعنی 80 برسن، یعنی اگه 79 باشه فعاله این ترنینگ پلنتون، و اگر به 80 برسن دیگه آف میشه. آقا چی کار میکنی؟ من میخوام اینم بذارم آل اوت انرژی. فیتنسمون اگر کمتر از 60 شد آل اوت انرژی میره. انرژی فوکس هم فیتنس اگر اومد زیر 30 فعال شو نداره که حاجی. انرژی فوکس ان ای بذار آقا اینو. یس تموم شد رفت. الانم اینو خودش اتومات و پشمام، این چیزی اتوماتی که اومده اینجا هم داره، این منوالشه دیگه، میتونستید مثل سال پیش داشته باشید. اصلا من به این بچه دست نمیزنم، میخوام این اتومات پلنمون باشه. دو تا پلن دادم الان، شارپنس تیم اکتیو پلنمون اینه، بعد که فیتنس بیاد پایین میره پی کارش. این از ترنینگ پلنمون، تاسکمون انجام شد. میگه تاکتیکال پریست برای تیمت درست کن. اینجوریه که ما میتونیم بهشون بگیم وینگ پلی بازی کنن، تیکی تاکا بازی کنن، گنگ پرسینگ بازی کنن، پارک دباس باشن. من کانتر اتاک انتخاب میکنم، همین، یعنی دیگه نباید چیزی انتخاب بکنیم. نمیخوایم بازی کنیم فعلا. گفتش ریویو بورد ابجکتیو، میگه ابجکتیوا رو ببین. دیولپمنت بازیکنای جوون وری لو، برندمون لو. بیشتر چیزی که مهمه دامستینگ ساکسسه که توی لیگ یک فرانسه تو یوفا چمپیون لیگ پلیسمون رو تموم کنیم، و تو کوپا د فرانس یعنی فکر کنم جام حذفی فرانسه ریچ کنیم راند 16. کلا باشگاه کم چیزی از ما، یعنی اصلا زیاد چیزی از ما نمیخواد، ابجکتیوای خیلی مهمی نداریم، یلخی داریم میریم جلو. ریویو اسکاتینگ مون
هم اینجا انجام میدیم چیزی نداریم، خودش یه سری ها رو فعال کرده و هایر فرست کوچ. میتونیم کوچ هم بچه از اینجا بیاریم که اینم سال پیش بود، ولی ما صرفا یه دونه کوچ همینجوری رندوم میاریم داخل تیم. دیگه میریم تو منو فرانس اسکات ریپورت، میگه یه سری ریپورتس از اینجا داریم که تو میتونی ببینی و به باشگاه اضافهشون کنی. حالا ما فعلا اینا رو کاری نداریم، ولی حاجی خیلی جذاب‌تر شده. خیلی دوستم الان برم ایرانی ها رو ببینم حاجی، واقعا جدی میگم. سرچ پلیرمون اینجاست، منوی کریر باحال شده. بازم میگم FC25 خیلی جذابه به نظر من، الان واقعا جذابه برای من جدی، و گیم پلیش هم به نظر من بهتر شده حتی با اینکه کند تر شده. من برای من اوکیه، تو آفلاین برای من اوکیه، ولی تو آنلاین اگه نتتون یکم بد باشه میتونه اذیتتون کنه. ولی بازم فیزیک پلیرها و خیلی چیزای دیگه چیز جذابی از این بازی در آورده. کلا بریم ببینیم پلیرای ایرانی امسال کیا هستن. عابدزاده، قلی زاده، هشمون، چرا همه پلیرها رو اوورالشون رو زده؟ فکر کنم ما یه کاری کردیم که این اتفاق افتاده. علی کریمی رو داریم اینجا، ببینیم فیس علی کریمی چجوریست. حاجی سعی کردن حتی با ای آی هم یکم فیس رو شبیه در ای آی که نه، یعنی همون فیس اصلی علی کریمی نی، ولی یه مقدار شاید شبیهش باشه. مثلا مجید حسینی رو نگاه کنید، یه ذره دیفالت فیس شبیه، یکم دوره بچا نگاه کنید. الان این فیس هایت صفی نیست، ولی یه مقدار ته چهرهش میخوره، خیلی فیسا به بات نمیخوره. و سعی کردن در بیارن حالا با ای آی. مثلا اینجا قلی زاده رو نگاه، گوشای قلی زاده یه مقدار اینجوریه دیگه. حالا من بادی شیمینگ نمیکنم، خیلی جذابم هست، ولی مثلا دارم برای فیس و استایل میگم. مثلا گوشای قلی زاده نسبت به مثلا علی کریمی ذره فرق میکنه دیگه. و اینجا اومده توی این تصویر سمت راست، فیس قلی زاده به نظر من شبیه تره و چیز جذابیه. اللهیار صیاد منش، مهدی طارمی هم فیسشو فکر کنم ساخته باشن امسال بچا. بله، فیس مهدی طارمی ساخته شده. این بازیکن ایرانی بودن که دیدیم. یامالو بذار ببینم فیس یامالو ساختن. آخر ما نفهمیدیم یامالو ساختن یا نه. یامال عشق تیم ماست، 63 میلیون قیمت یاماله. اه خیلی هم خوشگل فیسش رو ساختن، بسیار جذاب و دیدنی. این بخش ترانسفر بود. تاکتیکال پرس، تیم منیجمنت، تیم شیت، اسکواد ها، ترنینگ پلن مون هم گذاشتیم، دیولپمنت پلن نذاشتیم. ولی مثلا دیولپمنت پلن الان ما اون ستینگ ها رو شما اگر بذارید خیلی جذاب تر میشه. الان ترنینگ پلن همه چی بر وفق مراده. خیلی بچا باحال، جدی میگم. بخش جدیدی که اومده آکادمی مونه که بازی هم دارن بچا تو آکادمی مون. چیز جالبه اون اینه که اشما مازی بازی دارن الان. خب من الان نمیخواستم برام بازی کنم که الان تو همه ما سه تا داریم، یاس تورنمنتمون داره استارتد میشه. خب بذار من الان قبل از اینکه اینو بریم بچه، یه چیزی رفت تو مخ من الان. این بخش سمت راستی ما نداره یه بخش، آهان اف سی هاب، اینو بزنیم میاره. نه خب این چیه، ایمیل، آهان اف سی هاب، آره دیگه بچه، بایپس ایمیلا، ترانسفر آپدیت، استاپ، اینا اوکیه حاجی. این اصلا یه دونه رسانه اومده توییت زده میگه ترانسفر ویندو اوپن شده و اینا، رابین چیچی و الیوت و اینا یه سری آدمای معمولی ان و دارن صحبت میکنن. حالا نه این یکی، آها شو کامنت، هشما ما سرمربیشون شدیم، یکی اومده نوشته فاینالی سام گود نیوز، بالاخره یه مقدار اخبار خوب. یکی دیگه اومده نوشته باورم نمیشه که گیفت کارت گرفتم از بابا. زر نزن آقا، ما گیفت کارت اشتباه گرفتیم، معصوممون خورد. خبر بعدی نیس فرانسه توده آل هوپینگ، فقط سه تا کامنت نشون میده، چه گوشتیه. من میخوام همه کامنت، فراد مجیدی کامنت گذاشت آکادمی رو میخوام آمارشو در بیار. شما اگه بذاری فول پتانسیال، مثلا یه پلیر داری مثل این پلیر که 16 سالشه و الان اینجا میام دیولپمنت پلن بهش میدم، میام دیولپمنت پلن بهش میدم که اینجا دایوینگش بره بالاتر، تا 91 هم پتانسیل داره. ما الان آکادمی رو میخوایم بازیکن جذب کنیم، باید کیو ببینیم؟ ایران هم هست مثل این که بچه، باید مثلا یه سریا رو بیاریم. ما رو جوانانمون وقت، الان دوتا اسکات کننده داریم، ایشونو من میخوام بفرستم آمریکای جنوبی، پاراگوئه. سه ماه شما برو پاراگوئه. داداش شما از پاراگوئه سعی کن بازیکن وینگر بیاری برای ما، اسکیپ کن دیگه برادر من، شما برو ایران. بچه یه چیز ناراحت کنندهش راجب ایران، اینکه اسممون بچه عربی است و من واقعا ناراحتم از این بابت. ایران بگم کی بیارن؟ از ایران بگیم حاجی سی ام برامون بیار، دمت گرم. سی ام های باکس تو باکس هم داداش بردار بیار، دمت. چرا بچه ها دارم اینا رو میگم؟ چون ای ای نه آخه میدونن، آخه برای اینکه کار نمیدونم، آخه پرشین با عرب فرق داره، یعنی نژادشون متفاوت، اسماشون یه سری جاها شبیه هم هست، چون مسلمونیم دینای کیه، مثلا محمد، مثلا تو عربا هم محمد داریم، تو ایرانی هم داریم، ولی فامیلیا فرق میکنه. اونا مثلا المولد فامیلی کیشون، اینجا فامیلی کی
مثلا حسینیه، فامیلی یکی مثلا نمیدونم کریمیه، اینو یه نیومده رعایت کنه و من خیلی تو ذوق میزنه این داستان. یه دونه یه دونه داریم اوه فابریزی و رومانو یه دونه توییت زده، این چیز جالبیه که میگه که آتلانتا اومده با تورس صحبت میکنه، بعد کادن چمبرز نمیشه، مردم یه جوری دارن فیلم بازی میکنن که انگار هیچ اتفاقی نیفت. زر نزن بابا دوزاری لقمه هرون. آقا من اونجوری برام جذابتر بودا که اونجوری کلندری، یعنی یه روز چرا داریم میریم جلو؟ رفت جلوتر، آها میگه پری سیزن میخوای چیزی شرکت کنی؟ نه من متاسفانه دوست ندارم. هشما فابریزیو رومانو دوباره توییت زد، این داداشمون رفت، این داداشمونم رفت، همه رو داره فابریزیو رومانو هاجی میزنه. کریرش باحال، جدی بچه کریرش باحاله، یه برای اینا آفر اومده، ببرمون تو آفرا ببینیم چه جوریه. چورو که ما نمیدیم ریجکت، کلاوز رو نمیدیم ریجکت، هیچکی رو من به هیچکی نمیدم، زر نزنید. کومو رو که عمرن، بذار بریم این تورنمنت ها جی ادیت لاین اپ کنیم تیمو. آن جوانان بچه ها چیزش کمتره، چیز جوانان اصلا پست مهم نی، تعدادشون کمه. ای قربونه چهرهای بچه سالتون برم من، چه باحال. فیساشون هم بچه است، بچه دقیقه توجه کنید، جدی برگام ریختن، خیلی باحال حاجی، جدی میگم، تبریک میگم به ای بابت این بخش جوانانش، خیلی دوست دارم حاجی. نگاه کن او راشه حاجی، جوانانش مثل سبک راشه حاجی. اینا چرا هیکلشون بازی کنه ما بلندتره؟ گل خوردیم آقا، لنز حرومزاده گل خوردیم. اصلا من نفهمیدم چیکار کردیم. ای ابلینا استاد تیم ما هن الان، واقعا داره دیگه به صبرم سر میاد حاجی. توپگیری گمه حاجی تو چیزشون حاجی. هاتن واقعا بازیکنای استعداد ایرانی رو من وردارم بیارم اینجا، خیلی خنده دار میشه. و توی دروازه عجب گلی میزنه شماره 6، پسر خوشبخت این روزهای فوتبال فرانسه که اینجوری اومد تو جوانان به توپ ضربه زد. فرناندز و توی دروازه کاپیتان تیم جوانانمون گل میزنه و اتفاقی نادر. چه دلم برای نادر تنگ شده، میخوام اند مچ بزنم. فورفیت میشه، نمیتونیم چیز کنیم، حتما باید تا آخرش بازی کنم، شاید داداش بخوام بازی نکنم. ابله بودن از تیم ما میریزه بچه. یه ذره بادی تایپ و استیلشون هم شبیه بچه ها، نمیدونم فوتبال بچه ها رو دیدید چجوری بازی میکنن یا نه، اسم کنم ها اونجوری ساختن یه مقدار. بنازم به تیم حاجی. گلرمون واقعا قدش بلنده و حس کنم آینده زیادی داره تو فوتبال. تو به قد نیست، این همینه نباید الان گل میخوره حیوان. خب بچه بازی رو 4-3 باختیم، من الان کات خورده از اونجایی که بازی رو اصلا مساوی بود یا 2-2 بود و ادوانس رو ما زدیم که فقط ببینیم استیلش چجوریه دیگه و این از بخش آکادمیمون. حالا باز من بچه منتظر میمونم. نکته ای که هست، پلیر کریر میره برای ویدیو بعدی، چون این ویدیو طولانی شد واقعا و من خیلی زیرو بمین و اومدیم دقت کردیم و بررسی کردیم، میمونه یه ذره باز بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی افتاده. میخوام ببینم اسکات میاد از ایران یا نه، گواد اونو ببینیم. اسکات هاجی از این ترکیبای اینجوری من خوشم نمیاد، اصلا باید تیم 4 تا دفاع داشته باشه به نظر من ترکیبمونو. بعد شما میخوام بکنم 4-3-3، 4-3-3 هولدینگ. بیلد اپمونم که کانتره. خب بچه ترکیب رو عوض کردیم، میتونیم یه دونه مهاجم نوک بریم بخریم. حالا مهاجم نوکمون کی باشه؟ میتونه از همونایی که خود باشگاه برامون اسکات کرده. اینجا ببینیم اسکات داشتیم یه سری پلیر دیگه، اونایی که اتکینگ بودن. این 74 الان پلیر خیلی کی بود بدون تیم بودی؟ وان پرسیچ بود، میتونیم پرسیچ بدون تیم رو جذب. بذار بریم بدون تیم‌ها رو کلا ببینیم حاجی. پرسیچ رو جذب کردنش بد نیست حاجی، آخه البته به دردمون نمیخوره ها پرسیچ. تیم واقعا جذبش نکنیم وان پرسیچ و بعد به روند تیم صدمه نزنیم، ولی بازم اسم کنم حاجی بنده خدا رو تحقیر کردیم با این کارمون، آوردیمش سر میز معامله بعد باش نبستیم. مصطفی محمد رو از نانتس نیاریم حاجی، فیسش رو ساختن پشمام. فیس اکثریت رو یعنی اصلا اوپری رو به نظرت ساختن پشمام حاجی؟ نه خیلی که فرانسه لایسنسه، مثلا ناکامورا رو ساختن به نظرت یه ذره میخوره، شاید زیبا بودیشون. کامورا رو که مطمئن نساختن،
پشمام اینم ساختن. خیلی عجیب و برگریزونه حاجی. بذار ببینیم این یارو مهاجمای سرکیسه کنتری آورده قطعاً. کره‌ها که اوورالش اومده پایین. پدرو رو خیلی بچه‌ها من دوست داشتم. موقعی که بارسا بود واقعاً خیلی دوستش داشتم. این داداش اون فیورنتینا بازی میکنه. فیسش هم نساختن. حاجی خیلی شبیه بود حتی موقعی که فیسش رو نساخته بودن. ایساکسن رو بیارم. نیستم. خب واسا واسا من یه کاری میخوام انجام بدم. قرار بود بریم یه دقیقه تو ترانسفر چیزمون اینجا ببینیم که چند نفر بدون تیمن اینجا تو اتکینگا. هرسی چاجین مهاجم نوک نمیتونه وایسا. من اینم میخریدمش. هافک خیلی داریم بدون تیمی. 75 کی بود؟ آهان اینا بازیکنای مکزیکن که بدون تیمه. این گلر مکزیکی بدون تیمه گلر بدی نیست ولی به درد ما نمیخوره. اوه بازی داریم با چیز خانم زنان هم نشون داد. بریم مچ دی. ما که ترکیبمون رو چیدیم. میخوام کویک سیم بکنم. 2-0 بردیم آجی. 2-0 اصلا ما کارمون بردنه. آقا سم اسنو میدونه باید چی کار کنه آجی. ما آها بازیکنامون آماده شدن آجی. نگاه کن اسما رو بچه ها. جدی اسما واقعا ضعیفه. رامی امین مثلا. حالا باز رامی امین مثلا رامین امین میخوره مثلا. ولید هاوساوی رو نمیخوره اصلا. ایماد علی. ایماد علی رشیدی مثلا میشد. ایمان رشیدی قشنگ بود. وسیم امین. باتروس ساد. هیچ کدومش هم پتانسیل خوبی ندارن. من واقعا ناامیدم کردن. 14 این 13 ساله به نظرتون میتونیم بیاریمش یا نه؟ این تا 55 میره. آخه خب این 4 سال هم کوچیکتر. روی ما بیشتر میتونیم کار کنیم. اون یکی که پاراگو آورده رو بذاریم ببینیم. تست بزنیم بچه ها. این مثلا یه دونه برخا کرونا آورده. ایشونو میاریم. 13 ساله نداریم اینجا. این خیلی دیگه اوبرالش پایینه. باقی دیگه رد. باشگاه ما مییز ملق بازی پسر خوب. این بچه چه زیبا بود حاجی. ولی این که اومدن اون فیسشون کار کردن خیلی باحال. مثلا این اینو من مثلا همکلاسیم بود یه تایمی تو مدرسه. این پسره به خدا 13 سالم بود با این همکلاسی بودم. این اصلا دوست صمیمیم بود. بازی میکردیم با هم. جدی واقعا فیس خیلی چیز بود. الان ما چیکار کنیم؟ میگم ترنینگ پلن تو ریویو کن. بچه‌ها باگ خورد. هیچ چیزی تغییر نمیکنه. ما میتونیم اوتو سیو ان کوییت کنیم دوباره بیایم تو. تنها کاری که میتونستیم اینه که بیایم بیرون. اینجا ریویو میکنیم ترنینگ پلنمون رو. این درسته دیگه داداش. همینو ببر جلو اول فضلی دبلیو. الان بچه من یه چیزی رو میخواستم ببینم و مشکلم حل بشه. دیولوپمنت پلن دیگه بازیکن ایرانی ما کو. این ایرانیمون بود. چیشو ببره بالا به عنوان هافک جذابه. باکس تو باکس کنه ایشون. پوزیشنش هم سی ام باشه درست. خب مثل اینکه دیولوپمنت پلن هم تو آکادمی میشه داد. اسکات هم میکنه. یو هاف الیمینیت شدیم از تورنمنت. اون بازی رو باختیم اما مشکل نداره. فکر نکنم بچه چیزی رو از قلم انداختم. در کل کریر قابل قبولیه. یکم روزای اولی که وارد این منو بشید سردرگم خواهید بود چون خیلی با منوهای سال پیش کریر فرق میکنه. 3-4 سال یا شاید هم نمیدونم دقیق. آقا من دقیق تایم نمیگم ولی یه تایم طولانی بود که منوی استایل خاصی داشت. همون مدلی بود فقط تمش عوض میشد. حالا یا یه دو سه تا چیز کوچیک اینور اونور اضافه میشد. امسال کلا همه چیزو چیه ذره اون اوایل مثلا شاید یه 3-4 روز بازی کنید پشت سر هم یا یه هفته بازی کنید کم و بیش دستتون میاد. چیز دیگه این نداره. ببین من ویدیو خیلی گرفتم. خیلی ویدیومون طولانی میشه بچه‌ها نمی خیلی هاشون نمیبینن. یه ویدیو جدا دارم راجع به پلیر کریر که خیلی جذابه. فردا یا پس فردا یا این ویدیو اون ویدیو هم میاد. دوستتون دارم زیاد. خدا نگهدار.